سلام بیننده های ارجمند و گرامی، برنامه های شبکه اطلاعاتی جهان نما ادامه دارند و اینک برنامه نوبتی صحبت روز را آغاز میکنیم و در این برنامه هم مثل چند برنامه گذشته درباره روز وحدت و یا وحدت ملی صحبت خواهیم کرد به استقبال 14 سالگرد امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی میان تاجیکان که اینک هر سال همچون روز وحدت در گوشه و کنار مملکتمان با شکوه خاص تجلیل میگردد. هم صحبت امروزه ما یکی از صاحب نظران کشور دکتر محمود کبیری هستند که من شما را خوش آمدید میگویم و نیز روز وحدت را به شما تبریک میگویم. به شما. خب محمود کبیری، خود وحدت چی را افاده میکند؟ وحدت گفتم ما چه چیز را در نظر داریم و نیاز جامعه به وحدت چگونه است؟ در چی ظاهر میشود؟ شکری خداوند واحد و وطن امن، ما در زمانی صاحب وطنی خود دیده استاده ایم که امنیتی که به دست در آورده ایم باغی است که در آن درخت وحدت انکشاف یافته استاده است و ارزش و مقدسات های ملی مایند. وحدت این محور استقلالیت است که در گرد آن استقلالیت ما چرخ زده انکشاف می‌یابد، رشد می‌یابد و به سمت معین روانه است. اگر با کلمه وحدت گیریم شاید زباندان ها نخصر دارند، ولی معلوم است که از اسم خداوند واحد الاحد یکه یگانه گرفته شده است که انسان باید در حقیقت یگانگی رو همچون یکی از واسطه های انکشاف و واسطه های به دست آوردن مقصد های در پیش ساده خود استفاده برد. معلوم است که هر یک خلق، هر یک ملت سمت انکشاف خود را دارد و از آن جمله ملت ما هم و آن دوره ای که ما 1000 سال پیش دولت سامانیان داشتیم و توانستن که در آن وقت زمینه های تشکل یابی و که پیداشوی ملت تاجیک را بسازند و حالا زینه دویم بعد 1000 سال باز تکرار شوی همون چیزها و واقعه ها و کارهایی که در همون زمان بود ولی در چند سال پیش باز تکرار شدنشان ممکن است، در این وقت باید ما رشد، انکشاف و سمت ملت خود را معین کنیم. خب حالا در همین ردیف به نظر شما همین وحدت ملی که به هر حال از 27 یونی سال 1997 در ما شروع شد و پیش از آن خوب متاسفانه کشور ما درگیر جنگ داخلی بود، خب اینکه ما به وحدت رسیدیم از آن روز تا امروز اگر یک نگاه کلی به جریان رویدادها بیاندازید ما چی به دست آوردیم؟ وحدت به ما چی داد در این 14 سال؟ در حقیقت وقتی که انکشاف ما دولت خود را میبینیم، میبینیم که اون سم دارد و زینه های معین دارد. یکم اینکه وقتی که ما به مشکلات هایی که در روند انکشاف ملت ما شد دیدیم که ما یکم زینه ای که آن را حل کردیم این یگانگی و یک لختی وطن خود را ما توانیم که حس کنیم. دویم کار، ما بین این منطقه های گوناگون، مضافات های گوناگون تاجیکستان یک ارتریه، یک رابطه، یک کمونیکاسی را برقرار ساختیم که در ساختمان راه ها ما دیده استادیم. و سوم این کمپیوتریزاسی یا الکترونیزاسی کردنی خودی دولت و خودی وطنی عزیزی ما هست که ما باید تکنولوژی حاضر زمان را با آن وارد بسازیم تا اینکه با همقدمی زمان حاضر باشیم. چهارم این دستاورد های علمی خود را باید ما مستحکم کنیم و آنها رو همچون یک چیزی خاصی ملی و جهانیان پیشنهاد کنیم که ما آدمان بزرگ از ملت خود به تمدن حاضره داده ایم و البته دست کلان ملت ما در تمدن حاضره دارد. و پنجم این زینه معنویات است که اگر ما به زینه معنویات نرویم، چون که هر یک ملت و هر یک خلقی که در دنیا فعالیت میکند زینه های خاص خود را دارد و به جهانیان چیزی را میدهد، یکی تکنولوژی تید، دیگری مثلا گوییم اشیای خام تید، سومی گوییم که شرایط های خوبی طبیعی دهد. تاجیکستان ما معلوم است که مردم ما در زینه معنویات به جهانیان
چیزهای پیشنهاد کردن که معنویات تلاوت های معنوی بشر را تامین میکند و اگر که دولت ها در زینه معنویات برد نکنند و دستاوردان نکنند یا که آن را درست جا با جا نگذارند این سببی متاسفانه برهم خوردن دولت ها میشد که ما دیدیم که امپیری ریم برهم خورد از حساب اون که معنویاتش برون شده بود ما دیده بودیم که مثلا حکومت شورا از حساب اون که جوابگوی زینه معنویات خود شده نتوانست و مجبور شد که سمتش را عوض کند یعنی بیرون شود و همین طور در این طولی هزار سالی که مردم ما هرچند که یک دولت خاصه خود را نداشتند ولی در دولت داری ها سخت اشتراک میکردند از آن جمله سیاست نامه نظام الملک ما که توانست که کسانی را دولت بزرگ و قوی را از حساب آن سیاست نامه سازند که تا حال دوام دارد بله. یا اینکه آن ساختارهایی که در سامانیان ما بودند که هزار سال دوام کرد یعنی که باز ملت ما این پیدایشی ملت ما نه تنها خواست ما بود نه خواست ما بود بلکه این طلبی بشر بود تا اینکه باز چنین ملت بیاید و معنویات جهانی را پر کند بله. و در تمدن سازی جهانی نقش داشته باشد نقش داشته باشد بله خب شما که در ساحه فلسفه و البته مسائل روانشناسی متخصص هستید من میخوام این سوال رو از شما بپرسم که ما میگیم وحدت ملی خب زیاد امروز ها صدا میدهد که ما باید متحد باشیم ما باید وحدت داشته باشیم وحدت در چی خب جامعه از افراد از گروه های مختلف ترکیب یافته است هر کدام به هر حال به یک چیز اعتقاد دارد یا یک چیز براش مهم است خب در کدام چیزها ما باید متحد باشیم وحدت داشته باشیم که آن وقت وحدت ملی ما به وجود میاد یا مستحکم میشود چنین است که اگر برای اینکه ما درست‌تر بفهمیم که وحدت برای ما چقدر لازم است اگر ما بینگریم به یکی از ظهورات های عالی که در دست قدرت خدا طبیعت است این آدم ارگانیزم یعنی سرشت میگویند وحدت است مثلا اگر یکی از عضوهای ما کار نکند ما اون رو بیماری میگوییم و آن را ما باید توابت کنیم و تصور کنید که در فلسفه قانون یگانگی و مبارزه قوه های به هم ضد هست البته وحدت این یگانگی هست ولی در درون یگانگی باید مثلا عقیده های گوناگون زیر تنقید گرفتن مثلا فکرهایی که با واسطه تنقید آنها راه درست رو میابند و تربیه رو میابند ولی با احساسات نگذشتن چون که انکشاف آدم که از جسم عبارت است و احساس و عقل و معنویات همین طور دولت ها می گذرند دوره اقتصادیات دوره مثلا فرهنگ و صنعت دوره علم و دوره معنویات و گذریش مثلا زینه هایی که در جمعیت ما دیده می شد از احساسات گذاشتن با عقل گرایی که چقدر مثلا بزرگان ما میگفتند این سبب بیان میشود که یگانگی ما در داخل خود قواهای به هم مثلا زیده که داشته باشد که آنها در رقابت سالم داشته باشند و این رقابت سالم سبب بیان میشود که سمت درست پیدا میکند و تیزتر انکشاف میابد یک کاتالیزاتوری هست که سمت معین او رو میتیزاند سرعت حرکت آن را و اگر که در مردم ما وحدت این شکل خاص تفکر ملی شدنش لازم است و ما توانستیم که مثلا اقتصادیات را جا با جا کنیم یا اینکه بعضی دستاورد ها بیاریم ما توانستیم که یک وقتی دولت را گیریم ما توانستیم که بعضی انشاءات های مهمی برای مثلا جمهوری ما توانستیم که معارف و علم را جا با جا کنیم ولی اگر ما تفکری را برای مردم خود ناموزانیم که این تفکر در به زبان انگلیسی کریدو یا که به زبان روسی اوبیشدین یا که به زبان ما مطمئنی یا مطمئن شوی مردم را ما نتوانیم در آن که نوابسته از آن که ما در کدام حالت قرار داریم در کدام حزب هستیم کدام دین و دیانت را ما پیشه خود کرده ایم و در کدام سطح زندگی قرار داریم ما باید بدانیم که تاجیکستان وطن ما هست و هر چیزی که به آن میتواند ضرر بیارد به یک لختی آن و امنیت آن ما باید بدانیم که آن این ایده ها این غایه ها بر ما مثلا ضد هستند و انسان تواند که خودش رو محافظت کند و وطن و
مثلا یک پرچگی آن رو محافظت کنه نواسطه از اون که در کدام حالتی سیاسی یا دینی یا که اجتماعی قرار دارد. پس معلوم میشود از این که ما باید زینه دیگری که ما به دست میاریم در وحدت ملی خود این وحدت عقیدوی هست که باید هر یک فرد بداند که تاجیکستان خانه او هست و در آبادی آن در امنیت آن باید دست داشته باشد. یعنی در ارزش های عمومی ما باید متحد باشیم. در مسائل دیگر می تواند هر کس اندیشه خود را داشته باشد، حتی این اندیشه ها زید باشند، ولی در ارزش های عمومی ملی وقتی وحدت داشته باشیم وحدت ما کامل می شود. خب در همین راستا اگر بخوایم مشخص تر به چند نمونه اشاره کنیم که کدام چیزهای هستند، کدام عامل های هستند که سبب ضعف شدن وحدت ملی می گردند، اینا را اگر ممکن است ذکر کنید. وقتی که من در خارج بودم و فهمیدم که دولت های کلان دولت های خرد رو می آموختند، چی از طرف سستی آنها، چی از طرف مثلا بخواتی آنها، و من به خلاصه آمدم که آنها می آموزند و می دانند جای سستی ما را، و ما باید با طرز تفکر خاصه خود که مثلا عالم باید در این صحه فکر کنند، یک شخصی عادی باید فکر کند، یک کسی که مثلا معلم است باید فکر کند، و البته طرف سستی و طرف بخواتی که اگر معنویات بلند و زینه معنویات خاصه بودن به مردم و طرف بخواتی باشد، طرف دیگر اون است که البته ما بدونیم که این کشفی که ملت ما یافته است در سال سستی و زینه سستی ما این احساسات منفی است. ما باید بیشتر کوشش کنیم که این احساسات منفی رو که نه تنها ضرر به وحدت دارد بلکه به خودی سلامتی انسان هم ضرر دارد. دویم این مذهب هست. جای سستی که میخواهند که مثلا در تاجیکستان ما اینکه تکان بدهند و باید این رو پیشگیری کرد از حساب اون که به نزدیک کردن و یافتن آن نقطه های بندوبست های به هم نزدیک کنی مثلا مذهب هایی که در تاجیکستان هستند. سوم این گوناگون ملت بودنی جمهوری عزیز ما است و در این حالت باید باز فرهنگ های به هم نزدیک کنی، یعنی که در شعور غیری ملت های تاجیک کسانی که هستند وارد ساختنی وطن دوستی که تاجیکستان وطنی آنها هم هست و این رو همچون یک تفکر ملی و همچون یک انعنه مثلا فرهنگی ملی تاجیکستان کردن در کار است. و سستی دیگر این البته که حالا دیده میشد این در مسئله کادرها هست که باید ما کادرهایی که از یک ناحیه با وجود میاند آنها را به همان ناحیه نه بلکه آنها را به ناحیه های گوناگون یعنی که روانه کردن که آنها آن مفهومی که مشکلات دیگری که در مردم ما هست این مسئله البته لهجه هست که مردم ما با دو زبان گپ میزنند، یکی زبان لهجوی و یکی زبان ادبی که زبان مثلا خاص ادبی رو که در همه جای تاجیکستان خواهیم که برقرار شود و انسان ها توانند یک زبان خاص ادبی زبان معاصر حاضر را به وجود بیارند، این البته چنین است که ما باید کادرها رو روانه سازیم و ناحیه های گوناگون و آن ناحیه ها شرایط ها رو بسازند برای آنها و آنها مقیم شوند. و چیز دیگری که سستی مثلا جمعیت ما شدنش ممکن است این آن است که مردم ما از قوم های یکدیگر مثلا خاندار می شوند، فرزندان خود را خاندار می کنند از قوم های خود به خود نزدیک، یعنی که آمیزش قوم های گوناگونی که در تاجیکستان هستند و این را همچون انعنه ملی کردن که جوانان مثلا دانشجویان می توانند که از دخترها از دیگر منطقه و پسرها از دیگر منطقه ها مثلا خاندار شوند تا اینکه یک فرزند نوی پیدا می شود که اون به محل نیاز ندارد و خود رو مثلا تاجیکستانی میگوید. و البته اون چیزی دیگری که هست این سستی در جمعیت ما بود، این البته نداشتن امی ایدئولوژی و عقیدوی نسبت به عقیده های بیگانه به فرهنگ ما و بیگانه به عرف و عادت های ملی ما که فکر میکنم که وقتی که ما عقیده مثلا از آن جمله تفکری
وحدت ملی را در شعور انسان ها جا کردن که یکی از ارزش های ملی ما می شود در آینده و سببی در شعور جمعیت وارد شدن این عقیده است، این می تواند که بسیار عقیده های بیگانه را همچون ایمی که در تیب میکنند پیشگیری کند و آنها نشو نماید. همچون که در زبان تیب واکسینه میگویند. واکسینه ایمی. بسیار تشکر. من یک سوال دیگر میپرسم در ادامه همین بحث بسیار جالبی که شما کردید، بعد برنامه رو با اجازه شما با پایان میبریم. ببینید در جامعه چون فکر هم هستن که وحدت نیاز مادی انسان هاست، تنها به نیاز معنوی محدود نمیشود. یعنی میگن که اگر ما در مادیات متحد نباشیم، یعنی سطح زندگی ما برابر نباشد، سطح دارو اینها، ما نمیتونیم متحد باشیم. از این نگاه شما وحدت رو نیاز مادی انسان ها میبینید یا نیاز معنوی؟ و در ادامه همین سوال، اگر ما در معنویات، در اون ارزش ها، در تفکر متحد باشیم، یعنی وحدت نظر داشته باشیم، خب همین کافی است و ما رو به نیاز میگرداند از این وحدتی در مادیات بودن ما. این چنین است که مانند نظریه و عملیه، بله، مانندی که باطن و ظاهر. ما وقتی که انسان رو نگاه میکنیم از آن شکل ظاهریش معین میکنیم باطنی رو، چون که باطن انسان این ظهوراتی، ظاهر انسان این ظهوراتی باطن انسان است. پس این بر میبیند که مثلا با یک گفتن، با یک تاوتولوژی، زبان بازی و سخن بازی کردن، با یک ریتوریکا، حرف های، کلمه های گوناگونی رنگ و رنگ رو در مثلا گیردی همین وحدت توب خوراندن، این البته ضرر هست و مثلا فایدهش کمتر است. ولی به هر حال ما باید به این چیز نظر کنیم که بیشوری آدمون وقتی که اقتصادیاتشون سستی باشد، البته به مسئله های معنویات کم دقت میدهند. پس چی باید کرد؟ چون این عقیده هست که در جهان که اول اقتصادیات رو باید ساخت و بعد اقتصادیات شاید که معنویات برسد. ولی ما میبینیم که در بسیار دولت های گذشته، از آن جمله در دوره